سلام خدمت دوستان عزیز، احسان امیری هستم از آلبانیا تیرانا. چند وقت پیش پلیس آلبانی یک مقاله ای را در مورد حمایت از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین منتشر کرده که به سمع نظر شما میرسونم. ولی قبل از اینکه این مقاله را بخونم، جا داره اشاره داشته باشم که سرویس های امنیتی آلمانی در 3 ماه اخیر سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی خودش قرار داد. این مسئله باعث شدش که تمام اعضای این فرقه از سطح پایتخت این کشور یعنی شهر تیرانا جمع بشن و در شهری در حاشیه خارج از تیرانا تبعید بشن. این مقاله اشاره میکنه که پلیس آلمانی از افراد تهدید شده به مرگ باید حمایت به عمل آید. در گزارشی که پلیس با سرویس اطلاعات آلمانی در تاریخ 23 مارس در فاکس و انتشار داده است، نشان می‌دهد که افرادی که تصمیم به ترک این گروه را گرفتند و مخالف ترور و ترک جهاد هستند، از جانب سازمان مجاهدین یا همان فرقه رجوی تهدید به قتل شده‌اند. اشاره می‌کنم دولت آلمانی اعلام می‌کند فرقه رجوی. در این گزارش اشاره شده است که جدالی که بین این اعضا که مخالف عملکرد این سازمان هستند که جدا شدن، احتمالاً ترور این افراد توسط افراد افرادگرایی مریم رجوی وجود دارد. پلیس این تهدیدات را جدی گرفته و افراد را مورد تهدید را مورد حمایت خود قرار میدهد. در ادامه گزارش مختصری از بیوگرافی سازمان را میگه که بخشی از اون را میخونم. در ادامه اشاره میکنه که سازمان جهادگری ایرانی که به نام مجاهدین خلق فرقه رجوی با شورای ملی مقاومت از سال 2013 در آلبانی حضور دارد. از آلبانی خواستار حملات تروریستی و کارهای خشونت‌آمیز علیه ایران هستند. در نتیجه آلبانی قوانین خودش را در این رابطه دارد. قانون مجازات آلبانی، احکام زندان برای تبلیغ جنگ و کارهای تروریستی. خب برها مریم رجوی بانوی ترور در کلای اشرف نیاز به خون و ترور داره و ماهیت تروریستی اون ایجا میزنه بیرون. ولی خوشبختانه کشور آلبانی از اونجایی که هوشیارن و مردم آلبانی از اونجایی که فهم سیاسی دارن جلوی این فرقه رو گرفتن. اما در ادامه، تا به این تاریخ 2745 تبعه ایرانی در چند سال گذشته در قلمرو جمهوری آلمانی زندگی میکنند. این افراد اعضای سازمان مجاهدین هستند، غالبا با عنوان مخالفان ایرانی شناخته میشوند. ورود این پناهجویان ایرانی که سازمان مجاهدین خلق هستند پیامدهای امنیت داخلی بر ما ایجاد میکنند، زیرا این افراد عمیقا تلقی شدهاند و بخشی از ساختار نظامی بودند. در جنگ با ارتش و اعمال تروریستی بسیار شرکت کردهاند. ترس حضور سازمان مجاهدین در کشور آلبانی باعث شدش که در مدت 6 ماه پیش مردم آلبانی خواستار اخراج سازمان مجاهدین از آلبانی بشن. و مسئله باعث شدش که ارواقمان رجوی مکین وارد آلبانی بشه و تن به خواستار کشور آلبانی بدن و بخاطر اینکه مردم آلبانی از این تنش بیان پایین، سازمان مجاهدین رو از تمامی تیرانا اخراج کردن. ولی همچنان خطر و تهدید مردم آلبانی رو تهدید میکنم. خب در ادامه گزارش اومده که چندی از افراد سازمان مجاهدین شکایتی به پلیس کردن. میخونم: در تاریخ فلان یک ایرانی به نام احسان بیدی از اعضای سابق مجاهدین که از سازمان جدا شده و در تیرانا زندگی میکند، توسط برخی از سازمان مجاهدین خلق تهدید به مرگ شده است که در اداره پلیس شکایت میکنه. و در ادامه همین و در یک تاریخ دیگر، 3 تبعه ایرانی بهمن اعظمی، سعدالله سیفی، منوچهر عبدی از اعضای سابق مجاهدین هستند که از سازمان جدا شدند و در تیرانا زندگی میکنند. چندین بار توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق تهدید به قتل شدند و به اداره پلیس شکایت کردند. این شکایت ها ثبت شد، یعنی مسعود رجوی این پیام رو گرفت که نمیتونه آنچه که در اشرف صدای مخالفینش رو خفه میکنه اینجا خفه بکنه. پس از آن طی مصاحبه با ایرانی ها در نمایشگاه فیک و همچنین تحقیقات کمیساری پلیس که در مورد این موقعیت ها و دوامندی های مختلف تحقیق کرده اند در مدارس فلان، با وضعیتی که پیش از آن در علاق رخ داده است، به دنبال اقدامات و رفتارهای شهروندان ایرانی که در حال حاضر از این سازمان جدا شدند، دلایل کافی و قانع کننده برای سوء ظن قرار گرفتن این شهروندان اعضای جدا شده همانند وضعیتی که در علاق اتفاق افتاده
قطع رسیدن وجود دارد. دولت آلمانی و پلیس آلمانی الان اعلام میکنه که اعضای یکی از سازمان جدا شدن و دست به افشاگری زدن و همچنین دست به افشاگری نزدن تهدید و خطر مرگ همچنان چی که تو عراق داشتن همراه اینا هستش و در این گزارش سریعا اعلام میکنه. در گوشه این برمیگرده بخشی از بیوگرافی سازمان که عنوان میکنه که چجوری به وجود اومدن، چجوری در اختیار دیگر سرویس های اطلاعاتی قرار گرفتن و درگیری هایی که سازمان مجاهدین در اون سهم داشت و اشاره میکنه. ولی اون چی که در پایان این گزارش که خیلی حائز اهمیت هست و تمام حلباها و اون چی که مریم رجوی و مسعود رجوی رو کاشت پنبه کرد اشاره میکنه. مسعود رجوی یک حلبه داشت، هر صدایی رو به بهانه اینکه مسئول از عوامل سازمان اطلاعاتی ایران میتونه باشه را به جدا شده ها محق میدن. در این گزارش اومده که اخیراً اعضایی که سازمان مجاهدین را ترک کردن مورد انواع تهدید قرار گرفتن و آنها برچسبای ناپذیری به عنوان خائن جاسوس در خدمت سفارت ایران عنوان میکنن. اخیراً اعضای سازمان را ترک برای چندین بار تهدید شده توسط تقسیم نشاندار شده با عنوان خائن جاسوس در خدمت سفارت ایران در تیران انجام میشه. پلیس الان اعلام میکنه که سازمان مجاهدین و عوام مختلف میخواد صدای عزیزان رو خفه بکنه و در این گزارش اعلام کرده که اصلا این حرفا صحت نداره. لینک این ویدیو رو من برای شما ارسال، لینک این خبر رو من برای شما ارسال میکنم. امیدوارم که مفید واقع بشه. از اونجایی که زمان نیست که بخوام بیشتر توضیح بدم، در این مقاله نکاتی هست که حائز اهمیته، ولی اون چی که مهمه حمایت دولت آلبانی از نفرات جدا شده است. اون چی که مهمه ثبت شدن شکایت ها و عملیات تروریستی و کارهای خشونت‌آمیز سازمان مجاهدینه و اون چی که مهمه و مهمتر از اونه حلبه و فرش قرمزی که مسعود رجوی بر خودش پهن کرده بود گرفته شد، یعنی ماه سلام روی تک تک شما رو میبوسم. برای شما روزی موفق دارم. خداحافظ.